میدونی اگه این اتفاق بیفته دیگه نمیشه جبرانش کرد. حالا هرچی من میگم تو گوشت بده کن. انگار نمیدونی. ببین من چطور میتونم بگم؟ آخه عیب کار اینجاست که تو اصلا قضیه رو متوجه نیستی. تو انقدر با احساست سر کار داری که مسائل رو فراموش میکنی. آخ چی داری میگی؟ کدوم مسائل هست؟ من مسائل اصلی نمیبینم. منتها اصل قضیه اینه که من و تو به هم علاقه مندی. ما با هم بزرگ شدیم، هر دومون تو یه خونه بودیم. اینا درست، ما هر دومون با هم بزرگ شدیم، ولی چطور؟ مادر من تو خونه شما کار میکرد تا بره. درسته که من حالا رو پای خودم وایستادم، ولی معذره که ما الان تو خونه شما هستیم. مادر من نمیتونه از تو جدا بشه. چچه خودش برای تو زحمت کشیده و تو رو بزرگ کرده، بهت علاقه داره. من و تو نمیتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم. این اختلافی که بین ما وجود داره به این سادگی از بین نمیره. حوض سرخالی نیست که آب ببندن و پرش کنن. اینا رو تو میگی، این اختلافات رو تو تازه داری به وجود میاری. من که هیچ اختلافی نمیبینم. هیچ کس نمیتونه با این خواسته ما مخالفت کنه، مگه اینکه تو مخالف باشی. تو مخالفی؟ ها اگه مخالفی همین الان بگو. این چرفیه میزنی، من از خدا میخوام، ولی همین که من لبتر کنم هزار یه جور فکر و خیال تو کله اون ناپدری پیدا میشه. اون خیال داره تو رو معامله کنه. خوب شد اینو گفت. ببینی رج، اگه دیر به جنبی فردا شب این اتفاق میفته. پدرم اونو ناپدریت؟ آره همون ناپدریم آقای زندو برای مهمونی دعوت کرده و خیال داره نامزدی ما دوتا رو اعلام کنه. تو باید فردا شب کاری یکسره کنی. چی داری میگی دختر؟ من فردا شب میونه اون همه آدم رنگ و ورنگ چه غلطی میتونم بکنم؟ آخه چی بگم؟ باید یه فکری بکنی، باید منو خواستگاری بکنی. اگه اقدامی نکنی شاید دیگه هیچ وقت هم دیگه رو نبینی، یا شاید هم دیگه منو نبینی. منظورت چیه؟ مگه بچه شدی؟ بچه یا بزرگ من نمیدونم. من نمیتونم تحمل آدمی مثل زندو بکنم. اگه بخواد این اتفاق بیفته همون بهتر که خودم از بین ببرم. آقای زند منتظر شما. بسیار خوب. خیلی خوشبختم آقای زند. حالتون چطوره؟ متشکرم. امشب خیلی دیر تشکر. گرفتاری های اداری که برای آدم فرصتی باقی نمیزه. به دوست عزیز امیدوارم که میباشه. حالتون که خوبه؟ خوب متشکرم. میل داریم جلوی تازه بکنید؟ خواهش میکنم. مرسی. چه بسی؟ مگه کوری؟ چرا سر به هوا کار میکنی؟ لباسمو کثیف کردی؟ ببخشید آقا، خیلی ازتون معذرت. واقعا بعضی از اشخاص خیلی بیشورن. اشکالی نداره، اتفاق بود آقای زن. اتفاق؟ اتفاق یعنی چی آقا؟ انسان باید توجه داشته باشه. ببخشید آقا، تقصیر من نبود. مادر خوب شد که اومدی، دیگه چیزی نمونده بود که بیام دنباله. چی کارم داشتی؟ ببخشی میدونی جریان چیه مادر؟ من... بگو. هیچی هیچی، چیز مهمی نیست مادر، اینجا نمیتونم بگم، بهتره بریم به یه جایی خلوت. بیا. باشه. واه واه چه حرفا، حالا دیگه ما غریبه شدی؟ جایی خلوت. چی شده؟ برات میگم. گفتم چی شد آخه، یک کلمه حرف بزن، من که هول ورم داشته. چیزی نیست. ببین مادر، من میخوام یه خواهشی ازت بکنم، ولی نمیخوام که به پسرت جواب سر بالا بدی. میدونی که من تو این دنیا غیر از تو هیچ کس ندارم و تو رو از تخم چشمان بیشتر دوست دارم. یالا حرفتو بزن، موضوع چیه؟ من میخوام امشب فرنگیسو از ناپدریش خواستگاری کنم. چی؟ خدایا چی میشنوم؟
از نظم الملک؟ خدایا تو معلوم هست چت شده؟ چی شده که یهو زده به کلت؟ من یهو به کلم نزده مادر. من و فرنگی سردو همدیگره میخواییم و همه حرفامونو قبلا با همدیگه زدیم. اگه این کار نکنیم گفته خودشو از بین میبره. خدای من زبونی تو گاز بگیر. من فرنگیسو بزرگ کردم، اونم قد تو دوستش دارم. خدا نکنه یه موثرش کم بشه. تنها چارمون همینه مادر. پسرم تو میخوای میون مردم سنگ رو یخ بشی؟ آدم باید لقمه رو اندازه دهنش برداره، پاشو به اندازه گلیمش دراز بکنه. من میترسم تو امشب کاری بکنی که پاک مسخره این و اون بشی. نه مادر، مطمئن باش طوری نمیشه. خود فرنگیس هم هست، اون نمیذاره کار به اینجاها بکشه، خودش هوامونو داره. نمیدونی که من به شایستگی. مدت هاست که من به این وصلت فکر میکنم دخترم. ولی پدر شما هیچ وقت نظر منو پرسیدی؟ نه، من اخلاق تو خوب دستمه دختر جان. هیچ وقت نشده که من ضرر تو رو بخوام و تو هم رو حرف من حرف بزنی. اما این فرق میکنه پدر، موضوع یک زندگی. اگه قراره که من یه آینده ای تو خراب بشه. چی میگی پدر؟ من مرد خودم رو قبلا انتخابش کردم. این مردی که میگه کیه؟ چی داری میگی؟ اون پسره بی سر و پا؟ چیه اینجا چی کار داری؟ چرا پیشمند تو باز کردی؟ قربان ما راستش واسه امر خیلی خدمت رسیدیم، ولی آخه روم نمیشه. زود باش مطلب رو بگو. راجب چی داری حرف میزنی؟ کدوم امر خیلی؟ والا من میخواستم که، البته جسارت میبخشین، میخواستم که فرنگیز خانم رو برای غلامتون خواستگاری کنم. برای غلامتون؟ معلوم هست چی میگی زن؟ پدر من که قبلا بهتون گفته بودم موافقم، ما هر دو هم دیگر میخواییم. اون داری تو خونه ای من کار میکنی، چطور به خودت این اجازه رو میدی همچین فضولی بکنی؟ ملاحظه میکنید؟ ببینید تو خونه ای من چی داره میگذره؟ واقعا که مسخره است. به چه جرأتی این تقاضا رو میکنی؟ کسی از شما تقاضای نامشروعی نکرده که اینطور ناراحت شدین. دیگه از این نامشروعتر چی میخواستی باشه؟ اگه جوانی اینطور با خلوص نیت از شما دخترتون خواستگاری کنه جنایت کرده، بگید کجا این تقاضا نامشروعه که دارین اینطور به من پرخاش میکنین؟ واقعا که چه وقاحتی. یالا گم شید از خونه ای من برید. باش ما از اینجا میریم، هیچ اشکالی نداره، این خونه ارزونی خودتون باشه، ولی مطمئن باشید که بالاخره یه روزی پشیمون میشید. بس دیگه، از اینجا برید بیرون. بریم بسرم، دیگه اینجا جای ما نیست. بدونستم اونا هیچ وقت دخترشونو به تو نمیدن، تو با اونا خیلی فاصله داری. آقای محترم مطمئن باشین که بالاخره یه روزی این فاصله ها از میون بر. دخترم قشنگم، حیف تو نیست که به خاطر اون پسره بی سر و پا گریه میکنی و اینطور خودتو ناراحت کردی؟ پدر شما چرا انقدر خودخواه از خود راضی هستی؟ من از آقای زن بدم میاد، نمیخوام با اون طرف صحبت بشم، چه برسه که بخوام زنش بشم. اون انقدر هم آدم بدی نیست، سنش مناسب نیست که هست. نمیخوام بگم اون جوونه، ولی خوبه بد نیست. پول نداره که داره، اون تازگی ها رئیس بانک شده و مرتب در حال ترقیه، از اینا گذشته. دخترم من به اون کلی مدروس هستم، اگر اون بخواد طلبشو از من ادعا بکنه من به کلی ورشکست میشم و از دست میرم. پس بگین علت چیه؟ شما فقط زنگ خودتونو به سینه میزنید. نه به خدا اینطور نیست، این یه اتفاقه، یعنی یه پیش آمده که باعث این گرفتاری شده. ولی تو حتما به من کمک میکنی دخترم، نمیذاری که پدرت بی آبرو بشه و زندگیمون اصلا بشه. بیا اشکاتو پاک کن دختر جان، پاشو بریم پیش مهمونا. اینقدرام با آقای زن کج خلقی نکن، آدم باید مردم دار باشه. ولی پدر من با اون ازدواج نمیکنم. بسیار خوب، حالا بیا بریم پایین، بعدا همه چی درست میشه. بیا دختر جان. خانم ها آیون، از اتفاقی که چند لحظه پیش افتاد از همه شما معذرت میخوام، امیدوارم که میبخشید. خب دوستان لطفاً شروع کنید. ببخشید،
فرنگیس بچگی کرد. دخترها بعضی اوقات خیلی احساس میشن. بله، ولی من انتظار داشتم که فرنگیس خانم خیلی بیشتر از اینا با من مهربون باشه. بفرمایید برخصی. اختیار دارید آقای. خواهش میکنم. ببینم حیف شما نیست که با بی سر و پایی که خون شاگرد شما بوده طرف صحبت بشید. من از شما خواهش میکنم فقط راجع به خودتون صحبت بکنید. من نمیخوام از خودم تعریف بکنم. الان خیلی از بانک ها حاضرن که من ریاست افتخاری بانک شما قبول کنم. خواهش و یا لااقل در بانکشون سهمی داشته باشم. خانم ها آقایون توجه کنید، توجه کنید، شام آماده است. خواهش میکنم برای صرف شام بفرمایید. باز ما افتادیم تو جوبی هم بلند شد جوب بیفته تو ما. آقا چی کار میکنی؟ ممکن بود آدم زیر کنی. آدم ده تا تو هستی چرا آدم زیر کنم؟ میدونی تقصیر من نبود، تقصیر اصلا به تو چه به تو آجانی ده. بکیبو؟ ها؟ بکیبونی بابا بودی؟ واقع در خدا من تقصیری نداره، پیشم گیر افتاده نتونه سم بیام خونه. با خدا دروغ نمیگم، در واقع بیام تو دیگه. دیگه واقع دیگه ده چرا جا خالی یعنی؟ معلوم هستی شب تو کدوم جهنم در ری بودی؟ دیشب تو کلم دره بودم با چند از رفقا، اونا نذاشتم من بیام خونه. من دیگه کاری ندارم تو کدوم جهنمی. الان یه سال آزگاره که خرجی ندادی و من مثل سگ پشت اون در شبها انتظار تو کشیدم. به این قبله حاجت، قبله کدوم طرفه؟ قبله کمرتو بزنی میدونی چیه؟ من دیگه نمیتونم هر شب واسه این اون قرص صد تایی غاز بدم و پولاشو تو حلقوم تو بکنم. بابا آخه چیز رقص خودش هنره. خفه باید همین الان جلو پلاستو جمع کنی و بزنی به چرک. قرار همین فردا حسابمو تسویه کنم و پول بگیرم. آره تو بمیری، الان یه ساله که این فردا تو راهه. میدونی جونی نخواستم زیاد زحمت بکشی جلو پلاستم واسه جمع کردم. بیا اینم رخت خوابه. نه زن چرا همچی میکنی؟ از بابای نازلینه با چرا ریختی دور؟ یه گونه کتابی هم خدا همه چی درست میشه. خواهم 70 سال سیاه درست نشه. بستر چقدر به احترام گذاشتم. مخبور گردم تو رو خجالت هم نمیگه. دور خدا ببین لبازم رو چی کار کردی؟ بلاخره خودت یه روزی پشیمون میشی. او وقت واسه عذرخواهی میای دست ما ببوسی. اخجو چه دست سفیدی دارم بده گا. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 یک دو سه چار، یک دو سه چار، بده آقا بیا جلو برو کنم. یک دو سه چار، یک دو سه چار، یک دو سه چار، بده آقا بیا جلو برو کنم. بیمار برو. هر کاری هوش و استعداد میخواد، این چه جور رقصیدنه؟ تو به درد رقصیدن نمیخوری. برو جنم، برو آواز خوشو یا برو. بخت من ارزش داره. خیال میکنه، خیال میکنه من بی خودی اینجا هستم. این هنر، هنر رقصه. هنر رقصم یعنی این که رقص. خب الان رقص شماره 6 رو شروع میکنیم. حاضر؟ شروع. نه نگاه اینطوری، تمام وجودتون باید برقصه. این کافی نیست که آدم فقط خودش تکون بده. سعی کنیم با ضربه های موزیک برقصیم. سلام. با ضربه های موزیک برقصیم تا رقصتون خوب. به به به. سلام گل گلاب، شفا و ریخوش گله. چطوری؟ من دیگه حاضرم. حاضری؟ خب ببینم چرا واسه دین؟ بریم بچه ها، بریم خونه هاتون خوب تمرین کنیم تا فردا. فهمیدین چی گفتم؟ بریم یلا. بعض وقتا اخلاقش مثل سگ میشه. سگ خودت این سگ توره؟ بیلی یافش اینه بزرگ نونه من میگه سگ. خب چه گفتی حاضری جینم؟ آره. خب با این لباسه که نمیشه مامان. لباس آورده؟ بله بله لباسم آوردی. پس بوده عوض کن، بوده عوض کن، قدش رو بدم. عالی شد. به چپ ببینم. خب درسته. حالا
یه دفعه به موزیک گوش بده تا برسیم به اصل مطلب. بیا ببینم. ده بیا. یواش کرد بشکن ها اینجا رو ها باری کلا او بفرمایی جون من بفرمایی خدا مرگم هده الهی عرض نکردم خدمت تو مردک پاک اینجا رو کرده رقاص خونه حالا رقاص خونه تو سرش بخوره به جون شما 11 مزدگاره کرایه خونه من فیرزن رو نداده چرا معطلی تخلیهش کن راحتم کن دیگه گوش کن خواهر یه امروزم به من مهلت بدین خدا شاهده فردا بود بله گوشا توی من با میسه بی حیا امروز چه غلطی میخوای بکنی که این 11 ماهه نتونستی بکنی یالا من بمیرم جون من خطه پتاشو بریز بیرون من راحت هم کن خانی مای بشارت چی بهتون گفتی امروز بهش مهلت بدین فردا پولتون رو میدین آبه خوابه تا دیگه نمیخواد حرف بزنی یکی رو توده را نمیزدن سراغ خونه کت خدا رو میگرف هری خوشم باشه خوش اومدی دیگه کافیه خب دیگه آقا خودتون دست به کار شید و زودتر جمع کنید الهی قربونت برم الهی چرا وسطی بر و بر منو نگاه میکنی تا همه رو نریختم به هم یالا اسباباتو جمع کنم بزن ای یواشتر چی کار میکنی بی انصافی یالا باش پول رفته اوه اگه ارزش داشت که خودم ضبطش میکردم تو خیال کردی که این خرت و پرتا ارزشی داره گرشا بی حیای بی آبرو واخ واخ چه عجوزه ای خدا نصیب گرگ بیابون چی؟ به من میگی بر فریده؟ میخوای بیام حق تو کف دستت بذارم؟ چرا وایسادید؟ زود باشید ماموریتتون انجام بدید آره؟ قربونتون برم الهی ماموریتتون انجام بدین و هر کاری تو حکمتون نوشته بکنین من عادتی رقاص خلاصم بکنین بیرونش بکنین خیال میکنین که چی؟ انگار که دزدی کردم خیانت کردم من از این کلاس چی در آوردم که به تو ندادم؟ خیلی خوب باشه بریزیم بیرون دنیا همیشه یه جور باقی نمیمونه تو امروز من از این خونه بیرون کردی باشه من تلافیشو سر در میارم این خونه رو دربست میخرم و از اینجا جلو تو نگاه کن بند بختی چشم آدمو کور میکنه دادش جون گرفتاری ندارم که دارم بیرونم نکردن که کردن پول ندارم که ندارم هرچی میکشم من بی پولیه دادش جون چی میگی تو حالا دیگه ناراحت نباش این چه دستت انگار خیلی سنگینه آره میخوای کمکت کنم آخه زحمت میشه باعث خجالت میشه قربون دستت برم میدونی من ناراحت نیستم ناراحتم میکنه آخه چرا بیرونت کردم چون اجارم عقب افتاده بود همین دیگه وقتی اجاره ندی بیرونت میکنم حتی یه روزم بهم مهلت ندادم بی انصافا چند وقت بده کار بودی 11 ماه خسته شدی نه بیا بیا خیلی بریم من اینو بذارم تو قهوه خونه تا ببینم بچه خاکی بسرش بابا گفتم حسابت میشه 11 تومن و 5 قرون آقوا تو راست میگی آره ای بابا دست بردار چرا سر به سرم میذاری من از شوخی کردن خوشم نمیاد میشه 11 تومن و 5 قرون بابا گفتم تو راست میگی دیگه گفتم میشه 11 تومن و 5 قرون آره تو راست میگی بابا من زن دارم بچه دارم اذیتم نکن بابا من زن ندارم بچه ندارم اگه میتونی یه جورت میرسه اذیتم بکن لا اله الا الله بابا شما یه چیزی بهش بگین بابا شاید پول نداره شنیدی چی گفته؟ اون دوتا آقایون راست میگه آره ببینم اصلا اختلاف سر چیه؟ از صبح آمده اینجا خورده کنگر انداخته لر حالا حسابشون نمیده خب شاید پول تو بساطش نیست من میدم بیا خدا عمر تاده که ما را از دست این تو راست میگی راحت کردی قربون دست دمیشه از این کارا بکن درست ممکنه اینه اینجا باشید باشه قربون استشفالی نداره جاش امنه من میرسونم تو کجا میده مگه تو ماشین داری مثل اینکه خوبه بله بله ببینم تو مکانیک نیستی ای شیطو تو دیدی قبول نیست چرا هستم از کجا فهمیدی راستی قیافت خیلی آشنا به نظرم میاد اگر یه جایی من تو دیدم هی تو این از خان نیستی چرا؟ یه روزم که مثل روزای دیگه آسوباسی باید یه آشنا خجالت رو بده اصلا من نمیتونم چرا همچنی میشه در صورتی که من اونطوری بشه چون اعتماله بخواده اگه اشتباه نکرده باشم من تو رو تو گاراژ یحیی خان دیدمت اسمت چیه؟ چاکر شما امیرزاده ایشونم استاد بشارت معلم رقص معلم رقص تو کلاس رقص داشتی البته که داشتم ولی حالا دیگه همه چی تموم شده زندگی از این رو به اون رو شده اینه او پارو شده غصه شو نخور آسمون که به زمین نیمده نمیدونم جواب دخترم و چی بدم
پس شما عیالوارید آقا؟ نه زنم چند ساله که فوت شده. خدا رحمتش کنه. فقط یه دختر دارم که معلمه. اختو چی معلمه رقص؟ نه بابا جان تو مدرسه درس میده. آها تو چی آقا زن داری؟ نه هنوز که نه، من از دار دنیا فقط یه مادر. خدا اونم رحمت کنه. نه بابا زنده است. کجاست؟ گذاشتمش توی مسافرخانه. آها شهرستون اومدی؟ نه نه آخه میدونی یه اتفاقی افتاده که فعلا جای سر معینی نداریم. گرفتاری منم دست کمی از گرفتاری شما ها نداره. خب مادرتو بیار منزل ما، یه لقمه نون در میادیم با هم میخوریم. جون تو جدی میگم، چطوره آقا؟ نه خوب است یا نه؟ خیلی هم خوبه، حرف حسابی جواب نداره. شما دو تا بده کار کنی، یه لقمه نون در میاری. خب من بخورم دیگه. والا راستشه، من نمیخوام باعث دردسر کسی بشم. برای آینده کلی نقشه دارم که میخوام مو به مو اجرا کنم. چه عیبی داره؟ این نقشه ها رو همه با هم عمل میکنیم آقا. راست میگه، با تا جای مو به مو پش به پش اجرا میکنی. هیچ کس عمله باشته تو چی کار میکنی؟ خب تو چی کار میکنی؟ من؟ والا این جانه فعلا تو چیش کار میکنم؟ اما جایی که حیاتش خیلی گنده است، چی میگم بهش؟ هواپیمایی. آره هواپیمایی. اما جا چمدونا رو برمیدارم جا به جا میکنم، یعنی میدونی از اینجا من بودم بزنم اونجا. ها در حقیقت باربر هستی ها؟ پس از مکانیکی دست کشیدی؟ ای هنچی، یعنی تقریبا میشه گفت یس. آره ببینم کجا زندگی میکنی ها؟ والا تا امروز صبح یه جایی زندگی میکردم، ولی یارو جلو پلاسمو ریخت بیرون، یه اردنگی زد گفت بپره که رفتی. منم یه نفر جایی رو نمیگیره، تو هم بیا با ما زندگی کن، خودم چکره باشه بکنم جانمی. عالی شد. پس منو جلو خونه پیاده کنین و بریم مادر ایرج خانو ورداریم بیارین همونجا، دست راست نگه داریم جلو خونه ما، همونجا برو الان نشونه میدن صف میریم میپیچیم بقیر. برو 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 همین بقیر نگه دار اون آشش، اون در خونه ایم است، نگاه کن. چی اوجا؟ آره همون این آشه. خوره چه باش؟ ما همی الان برمیگردیم. زود بیایی نه، من منتظرتونم. خیلی زود بیایی، من منتظر نداریم بدا، نمیفته. خوره یه رو رفت سره باشته. همین شب زیادیه. زود بیایی، من منتظر نداریم. گلنار جونم، گلنار جون کجایی؟ ای بابا دخترم بیا. این چه وضعیه بابا؟ بیا کمک کن اینا رو بذارم زمین. بدم بیا آخی. چی شده؟ بدم هیچی، بیرونم که پیرافافو، میدونم چی کارش کنم. آخی چرا؟ چرا بدم؟ چرا؟ به خاطر طلبش. راستی میدونی با دو نفر آشنا شدم، رفتن الان مادر یکیشونو بیاره، قرار گذاشتیم با هم زندگی کنیم. چی میگی پدر؟ مگه دیوونه شدی؟ ما خودمون به زور تو این دوتا اتاق میلولیم، اینجا مثل مرغدونیه. حالا تو رفتی سه نفر دیگرم واسه اینجا تیکه گرفتی. گلنار جون اونا هم مثل ما وضعشون تعریفی نداره. اگه ما فقیر فقرا به فکر هم نباشیم که حسابمون پاکه. برو دخترم برو سنبر روشن کن که الان پیداشون میشه، حداقل یه چای داغ براش. مثل که اومده اینجا خونه همون رفیق میلیونر همونه، خیلی پول داره، از درش معلومه. نگاه کن حجاریه روش. خودش هم اومده. به به خوش اومدین، صفا ها بردین. بفرمایید تو، بفرمایید تو منزل خودتونه. راست میگه، بیایی تو منزل خودمونه. بیا برو برو بفرمایید تو. جو درخت توت هم داره. کی بیره بالا توت رو بد نکنه؟ حالا بفرمایید تو، توت باشه برای بعد. بفرمایید بیا تو، بیا دیگه. چقدر شکموه؟ آخ جور اونجا رو نگاه کن، جور چه که رفلی شبایی داره. بفرمایید بالا، بفرمایید بالا، پایش بنه، بفرمایید بالا. دهچه نیش کس دبا جارب نمی کنه، باید با قریبه گلنار بیا جلو دخترم، بوده بیا بیا. سلام خانم. ایشون مادر ایرج خان هستن. خدا بهتون ببخشید. ایشون هم خود ایرج خان هستن. اونم امیرزاده دوست دارن. سلام اخجو، شما چه خوشگلی، به بابای قرازتون نمیاد. شما واقعا امیرزاده هستی؟ جو؟ ها آره، یعنی من چیز بودم وقت اونم این بوده. مگه شما شک کردنی؟ نه اتفاقا از قیافتون پیداست که امیرزاده هستی. البته آخه میدونین اسم پدر من امیر بود، حالا منم میشم امیرزاده. اگه اسم پدر شما بزرگ بود شما میشدین بزرگزاده. ببخشید یه حرفی زدم، آخه من زیاد درس نخوندم و مدرسه نرفتم. هیچ مهم نیست، دخترم معلم من است، کمکت میکنه. نه تا کمکت آره کمکت میکنه. برو سمبر درست کن. سمبر رو بله بفهمین. خواهش می‌کنم بله بفهمید. آخه
اوفه اونجا رو برگ سبزی توفه در میشه ببر بده خدمت امیرزاده. بده اونا هاشه چه دختر نازی دارم به من رفته. بفرمایی. ببخشی خانم، خیلی معذرت میخوام، اجاره اینجا چنده؟ چرا نگاه بکنی؟ نگاه بکنی من چیزم. ببخشی شما چه کاره این؟ من چیزم میدونین، من اینجا یعنی اونجا چیز کار بکنم، تو فرودگاه کار بکنم. آره تو قسمت تخلیه است. آه چیه؟ الان میگن آقای تخلیه. تو خود فرودگاه. فرودگاه میگه فرودگاه مال بابامه. کار شما چی؟ فعلا که سر مکانیکم. تا حالا کجا زندگی میکردی؟ ما توی خونه بودیم، ولی یه اختلافی پیش اومد که دیگه نتونستیم دووم بیاریم. اصلا این بی دوامه، درد بخوره. مثل پدر من، اونم الان مدتیه که بیکار شده. در واقع کار درست حسابی نیست. باز ما کار درست حسابی داری؟ باز شروع کردی؟ نه من حقیقتشو میگم، آخه رفتم شد کار. تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟ من روحیم روحیه یک هنرمنده. چت دیگه گذشته ها گذشته، باید به فکر آینده بود. درسته. تو خیال داری چیکار کنی؟ اگه دلت بخواد میتونی بیای تو گاراژ ما با هم کار کنیم. البته که دلش میخواد. اینطور نیست بابا، مرده نمیتونه بگیره گوشه خونه بشینه، باید کار بکنه. آره باید کار بکنه. کار میکنیم، یه گوشش هم تو میگیری. بچی گفتم یه نقشه. نقشه؟ خودت هم گفتی که با هم عملیش میکنیم. نقشه از همینجا شروع میشه. مگه نمیگفتی که خیال داری صاحبخونه رو بیرونش کنی؟ آخه با دست خالی که نمیشه. راست میگه. نمیشه که همینجوری دست رو دست گذاشت و منتظر بارون الهی شد. بارون میاد. باید جنبید، باید اصل سرمایه رو تو بازوات بدونی و از گرداش کار بکشی. بعدش هم میتونی تو صورت دشمنای خودت توف بکنی. آفرین، مگه شما یه چیزی بهش بگی؟ شنیدی بابا؟ باید تم به کار بدی تا بتونی تلافی کنی. اون وقت برعکس بازی که نمیشه نون خورد. شما کیا میرین سر کار؟ فعلا که مدرسه ها تعطیله چون تابستونه، ولی هفته دو روز فوق العاده درس موسیقی میدم. چه؟ مدرسه ها که تعطیله حقوقم میگیری؟ بله من کارمند رسمی ام. این سه ماه که تعطیله حقوقمو میگیرم، هرچند که زیاد نیست ولی خوب خوبه. چه خوبه. کاش منم معلم بودم، وقت بین اون درس میدادم. آخ جون یه بوس بده من. شما چقدر بامزه ای. نباشی. صبح ساعت چند میری سر کار؟ من آفتاب نزده سر کارم. آره شما بری سر کار، وقت منو اینم درسته دست بکنی. آخ جون اشکال نه، شب زودتر میخوابیم صبح زودتر بلند میشیم. خب من باید چیکار کنم؟ کار هست که بکنی. راستی امیر گشتت نشده؟ راست میگی، چرا زودتر نگفتی؟ سلام خانم. سلام نصرالله. انشالله مسافرت خوش گذشته. خیلی ممنونم نصرالله. برو چمدونای من رو از پشت ماشین برده بیار، زود باش. بدو. اتحاج خانم. سلام خانم جون. سلام. آقا کجاست؟ هنوز تشریف نیاوردن، انگار رفتن به آقای زند یه سری بزنن. فرنگیس کجاست؟ والا ایشون از دیشب تاله خودشون تو اتاق زندانی کرد. باز مثل اینکه سر منو دور دیدینا. خب بگو ببینم تازه چه خبر؟ جاتو خالی دیشب آقا مهمونی داشتن، تو دلتون بخواد مهمون فراوون بود، ولی خب آخرش دایه خانم و پسرش اوقات آقا رو تلخ کردن. خیلی خب دیگه کافیه، زود باش برو قهوه درست کن. چشم خانم. ایوه مادر سلام، چرا انقدر شما زود برگشتین ها؟ آدم همین که 4 ساعت از تهرون دور میشه دلش میگیره، هرچند تهرون هم چیزی نداره. خب این کارا چیه میکنی دختر؟ مادر آخه شما که نمیدونین اینا اعصاب منو خورد. من همه چی رو شنیدم و میدونم. آدم باید حد خودش رو بشناسه. هیچ فکر نمیکردم اونا اینقدر بیچشم رو باشن. شما دیگه چرا این حرفو میزنید؟ من خودم دیگه اینقدر عقلم میرسه که خوب و بد هم نشه. هیچ هم نمیرسه. اگه میرسید که با خونه زادت اینقدر صمیمی و نزدیک نمیشدی. درسته که اون تو این خونه بزرگ شده، ولی حد خودشو نمیشناسه. من از شما توقع ندارم که اینطوری حرف بزنی. ما در این حرفا دیگه کهنه شده. یه دفعه هم که شده شما خودتون رو جای من بذارید. آخه من چه گناهی کردم؟ ما یه عمر با هم زندگی کردیم و بزرگ شدیم. آخه این سزاوار نبود که نظم اونجوری باهاشون رفتار کنه.
کاش که میدونستم الان کجا موندم. میرفتم از مادرش عذرخواهی میکردم، از دلش در میآوردم. آخه من نمیتونم با آقای زن زندگی کنم، اون وجودش مثل خوره آدمو میخوره. خوبه خوبه این حرفا چیه؟ من و پدر خدا بیامرزتم اولش همین اشکالا رو داشتیم، بعدن به هم عادت کردیم. اشکاتو پاک کن، یه خورده آب به سر صورتت بزن. ببین وقتی می اومدم تو راه خانواده رکنالدین دیدم، تعارف کردم ممکنه شب بیان اینجا. پاشو عزیزم، پاشو پاشو، لباس تو عوض کن، دستی هم به سر صورتت بکش دخترم. باریکلا باریکلا، خوب یاد گرفتی. آره خیلی خوب یاد گرفتم. خوبه. خب حالا اون بالا رو بشور ببینم. اون بالا رو انقدر قشنگ شستم که خودش تو هم تمیز کره. درست کن بیرم. نگو نگو نگو.
چقدر کار میکنی؟ خسته نشدی؟ پاشو بخواب، دیگه چیزی نمونده، داره تموم میشه. امروز یه تیاره اومد تو حیات فرودگاه، انقدر گنده و بزرگ بود که بگی چی؟ تا حالا من لنگشو ندیده بودم. تو هم خیلی دلت خوشه، همش از تیاره میاره حرف میزنی. پس میخواستی از چی حرف بزنم؟ از برج ایفل یا از خونه یلاقیه کنار دریا یا از این که اوچیه؟ بس دیگه بابا، شما ها چتونه؟ این حرفا چیه؟ این حرفا خیلی هم بجاست. من میدونم که آقا بشارتی از کجا دلخوره. او دیگه شبا وقتی میاد خونه حال و حوصله حرف زدن نداره. این چه حرفیه؟ اتفاقا بابا خیلی هم حالش خوبه. وای انگار حرف قرطیه. ده چی گفته؟ آقای بشارت عادت به اینجور کارا نداره. او یه آدم هنرمنده، نمیتونه به آچار پیش باره بر بره. تازه تو این چمام خیلی جون کردی با زحمت کشیدیم، کارمونو زیاد کردیم، ولی کجا رو گرفتیم؟ هیچی. همش باید هستت همه چیز داشته باشی. دلم میخواد یه ساختمون گنده داشته باشم، آقای بشارتی هم میخواد، اونای دیگه هم کار کردن و ساختن، خیلی گنده مونده هاشم ساختن. چرا مای هستیم ها؟ خب لطفا علی جناب تمام شد. ده قربونتم، کی تا حالا تونسته با پول کارگری آسمون خرش بسازه یک کنار دریا ویلای دست اول درست کنه؟ نه، اصل قضیه اینجاست که تو همه چیزو با هم دیگه قاطی میکنی. تو عجولی، اصلا خبر نداری. ببینم تو چرا پیشنهاد میکنی. بنده میگی از دیوار خونه مردم بریم بالا. بره بریم. بیا اینکه مرتب مواظب باشیم کلای اینو اونو برداریم. ده کیسه؟ کی حرفو زده؟ چه کسی؟ میگم خیلی راهای دیگه هم هست که میشه آسمون رو بخراشی بدون اینکه کله رو بترش. هی سب کنین، اولندش این کارا با روحیه من سازگار نیست، دومندش کسی هنوز راه شرفتمندانه شما بندش اون راست میگه. ببخشید، راه شرفتمندانه خیلی زیاده، ولی بگو ببینم چه کاری از دست ما ساخت است. کدوممون کار دیگه ای بلدیم؟ ما فقط میتونیم از بازوامون استفاده کنیم. از بازوامون صد دفعه گفتم، بازم میگم، این فکرای باطل رو تو کلت راه نده. دستت تو چشم جای نده. اصلا منم از شما ها چتونه؟ هر شب همین بساطو دارین، باشین بگیریم بخوابین، صبح میخوایم برین سر کار. راست میگه بچه‌ها. یالا عربیو بیام کلا هستم. یالا بیا لیدیز فرست. بیا بیا من قد انگلیسی بلغور نکنه. بیا عزیزم بگیر بخواب، تو هم خسته. وقتی که اون میگه آقای زن مرد خوبو شدی بس دیگه، بس کن مادر، دیگه نمیخوام بشنوم. من خودم اینقدر شعور دارم که راه از شاه تشخیص بدم، دیگه نمیخوام بیش از این گیجم کنی. من خودم میدونم چطور باید راحت زندگی کنم، از پدرم هم اینقدر برام مونده که بشه باهاش کار آبرومندی رو شروع کرد. خیلی هم که بهم فشار بیارین دیگه. چرا بی خودی خودتو ناراحت میکنی؟ کی این حرفا رو زد؟ پاشو عزیزم، پاشو بگی بخواب، امشب خیلی به خودت فشار آورد. ببینم عزیزم، قرص تو خوردی؟ قرص قرص، شما بعضی وقتا اثر یه بسته قرصم از بین میبری. من که مرض ندارم بخوام کسی رو ناراحت کنم، چه کنم؟ تو دخترمی، دلم میسوزه. خیلی خوب، حالا بگی بخواب، اگه حوصله کردی صبح با هم صحبت میکنیم. شب بخیر دخترم، شب بخیر. بیمارستانه، به آقای بشارت بگین که برای دخترشون حادثه کوچیکی پیش آمده. خوب شانس آوردیم خانم، طوری نشده، جراحتی وارد نشده، فقط شوکه شده. به هیچ وجه ناراحت نباشید خانم. حالش چطوره؟ میتونه حرف بزنه؟ بهش اکسیژن دادن، حالش خوب شده، شما میتونین باهاش صحبت. میتونم ببینمش؟ اجازه هست برم تو؟ متشکرم.
خانم باید ببخشید، حالش خیلی بهتره. بفرمایید. متشکرم خانم، خیلی زحمت کشیدید. کاری داشتین زحمت. چشم خانم، حالتون بهتره؟ شما خیلی لطف کردین که منو به بیمارستان رسوندین. گفتم تلفن کنم پدرم بیاد دنبالم. بی لطفی کردین خانم، این چه کاریه؟ من میرسونمتون. ممکنه این اجازه رو به من بدی؟ نمیخوام مزاحم شما بشم، تو همینجا خودش خیلی جدا. خیلی متاسفم، شما تقصیری نداشتین، من غفلت کردم و باعث درد سرتون شدم. مثل اینکه جایی میخواستین بریم. نه اینقدر مهم نیست، میتونیم بلنشین یا یکی صدا کنم کمک کنه؟ خودم میتونم. یواش دستتون رو بده. شما زحمت نکشید. آه چی مهم نبود؟ پس پدرم کن؟ اون تو گاراژ نبود، من دل واپس شدم، خودم اومدم. بفرمایید برید. صبر شو. متشکرم. مگه تو نمیای؟ چرا؟ کجا باید برم؟ اگه براتون مشکله ما با تاکسی هم میتونیم بریم. حتما میرسونم بهتون. خیلی متشکرم. این وظیفه من بوده. متشکرم. ببخشید که باعث زحمت شدم. ایرج برگرد، کارت دارم. این راسته که منو بگو که یه عمر تو خیال اشتباه زندگی کردم، همش تو خونه جلوی اینو اومدم که بگم طرف من یک مرده، یک انسانه. صبر کن، انقدر تون نرو، تو اشتباه میکنی. من با گلنار هیچ رابطه‌ای ندارم، ما با هم توی خونه زندگی میکنیم. میدونم توی خونه زندگی میکنیم، ولی چطور؟ تو چرا انقدر فکر میکنی؟ با همون خدایی که بالای سرمونه بین ما هیچ رابطه‌ای نیست. تو نمیدونی بعد از اون شب لعنتی برامون چه اتفاقی افتاد. چرا؟ حدس میزدم. این گلی باباش معلم رقص بود، چون اجارش عقب افتاده بود بیرونش کردم. وقتی هم که ما به هم رسیدیم بازمون تعریفی نداشت. اون بیچاره من و مادرمو به خونش دعوت کرد که با هم زندگی بکنیم. اون مرد خوبیه. حالا هم پهلوان توی گاراژ کار میکنه، دخترش هم معلم. با هم دیگه چرخ زندگی رو میچرخونیم. با تو هم زمینم با دخترش گرم گرفتید؟ با امیرخانه. به به، این امیرخان دیگه کیه؟ آخه اونم با ما زندگی میکنه. فعلا تو فرودگاه کار میکنه. چه دلایل قانع کننده، من که قانع نشدم. اگه باور نمیکنی بیا از نزدیک تماشا کن. ببینم مادرت هم اونجاست، فقط به خاطر خانوم آقا. دلم براتون یه ذره شده بود. منم در این مدت چرا به من سری نزده؟ آه فرنگی جون، چی بگم دخترم، من دیگه چطور میتونستم؟ آه خدا رو شکر، خیال نمیکردم باز ببینمت. میدونی ما تو این مدت خیلی به فکر تو بودی. ایرج همه چی رو برای من گفت. پس شما هم دیگر میشناختی؟ بله، خدا رو شکر شما طوری تو نشده. بلا نمیتونستم خودم رو ببخشم هیچ وقت. متشکرم، شما خیلی لطف دارید. خب حالا چرا همینجوری وایسادین؟ هرچند اینجا قابل شما رو نداره، ولی آب خنکی شربتی چیزی پیدا میشه. ما اینجا همه با هم زندگی میکنیم. با آقای بشارت هم گفته. آه اون اصلی رو برد بیا بذار اینجا. متشکرم، چرا زحمت کشیدی؟ قابلی نداره. خب من دیگه باید مرخص شما برم سر کارم. نه صبر کن، من میرسونم.
بیش از این مزاحم نمیشم با اجازه. و این که خیلی بد شد. درسته که اینجا قابل شما رو نداره، ولی بالاخره یه لقمه نون و پنیری چیزی پیدا میشه. متشکرم، لطف دارین. خب با اجازهتون، خدافظ. به سلامت. تو رو خدا بازم از این کارا بکنم. خواهش میکنم، قربون شما خانم آقا. خدافظ مادر. خدافظ پسرم. ای بدک نیست، بالاخره هرچی باشه میگذرم. اشکال نداره اگه من برای سرویس بیام گاراژ شما، یعنی اجازه میفرمایید؟ اجازه امام دست شماست، این چه حرفی؟ مگه گاراژ مال منه؟ هر وقت دلتون خواست تشریف بیارین خانم. آه، باز با من اینجوری حرف زدی. راستی گفتی پدر گلنارم تو گاراژ پیش تو کار میکنه؟ آره. خب رسیدیم. گاراژت همینجاست؟ آره همینجاست. خوبه، ایشالله یه روزی برسه لنگشو خودت اداره بکنی. باید بشه، فکر من اینه. ممکنه دیر و زود بشه ولی حتمیه. ایشالله. خب دیگه نمیذارم فراری بشی. به پس کار ننزمید. فعلا خدافظ. خدافظ، منتظرتم. کجا رفته بودی؟ آه بچه ها میگفتن داشتی دنبالم میگشتی. چیز مهمی نبود، گلی تلفن کرد. باسه؟ یه خورده کسا نمیشه. آه بسترم خونه. نه بابا چیزی نیست، مادرم موازه بشه. حالا خب بکنم. آه چقدرتونم؟ به برکن میگم. نمیکنم باسه دیگه، برکنیم ببینم. شما دفعه چتونه سر چی دارید دعوا میکنید؟ خجالت بکشین. آخه هرچی من به این بی‌معرفت این دوتا راشتی بده. تو دفتر تو رو کار داره. منو آره تو رو این دوتا راشتی بده. میخوایی راشتی کنیم؟ واسه الان راشتیتون میدم. بیاین این دوتا رو بگیرین. حالا قایم بدن تو کلم. نه سب کنی عجب گوساله های هستینا. روی همدیگر رو ببوسی راشتی کنیم. ماش کنم دیگر رو میان بیا آخر برو. چی شد آقا مرسا؟ همون ماشینی که دست خودت بود سر قیمت اختلاف پیدا کرد. آخه من که پول زور نمیدم. من به چاپ به چاپه. به چاپ به چاپ نیست سرور من. فاکتور بده خدمتشون. گوشش بدهکار نیست. ماشینو میخوابونه. نه بابا. چقدر شده؟ 220 تومن. آقا میفرماین چی؟ 170 تومن. ماشینو بهش بده بره. ولی دیگه از این تیکه واسه من نگیر آقا مرتضی. تو خودت همیشه کارو خراب می‌کنی. مهم نیست. بفرمایید. بهش بده بره. همونه. بگی اینم سویچ. مصبتو شکر. اینم شد چسب. وضع خیلی خرابه. روز به روزم بدتر میشه. مادر اگر بدونی چقدر خوشحالم. ممکنه به مادرت بگی علت خوشحالی چی عزیزم؟ البته که میگم مادر، من امروز ایرج دیدم. ایرج ولی دخترم بلی؟ بلی من با گوشای خودم شنیدم، همین امروز دیدنش. گاراژشم عوض کرده. چشم، اطاعت میشه، کاری نداره، اسمشو گیر میارم. ما نمک پروردیم، اختیار داریم. چوبکاری میفرماییم. نه اونطورم که تو فکر میکنی نیست. تو مثل چپچه سرت کردی زیر برفو، هیچ خبر نداری که اون پسره بی سر پا چطور با فرنگیز خانم گرم گرفته. من که فکر نمیکنم فرنگیز ایرج رو دیده باشه. برای اینکه هیچ وقت نمیخوای با واقعیت روبرو بشی. ای بسته به اینکه واقعیت رو چجوری توجیه کرد. تو همیشه مسائل از نقطه نظر مادی بررسی میکنی. من زیادم با این عقیده ای تو مخالف نیستم، ولی در این مورد مثل این که زیاده روی کردی. به فرضم که امروز فرنگی سیراجو دیده باشه، خب اتفاقی نیفتاده، میشه از همینجا جلوشونو گرفت؟ ولی تو کسی نیستی که بتونی جلوشونو بگیری. شایدم باشی، نمیدونم. اون چی که مسلمه اینه که خودت خوب میدونی وضعت چندان تعریفی نداره. چیزی نمونده که این خونه از دستت بره. فرنگیز خانمم که حاضر نشده اسناد موروثی پدرش رو بدونه. اگرم تو نتونی تا 10 روز دیگه ترتیب کار بدیم، فکر میکنم اعتبار بانکیت هم لغو بشه. چی داری میگی؟ من رو تهدید میکنی؟ نه مسلمن تو این کار رو نمیکنی. ما با هم یه عمر زندگی کردیم. تو چطور حاضر میشی؟ شایدم حاضر نشم. تو هر طور دلت میخواد فکر کن، تهدید یا هر چیز دیگه. همین که گفتم انشالله تا 10 روز دیگه این مرغ پربسته بالهای خودشو باز میکنه و به اوج عرش میرسوندت.
بس دیگه، اینقدر طعنه نزن، بذار با درد خودم بسازم. مرغ پربسته، من هر تلاشی که بتونم تو این مدت میکنم. تو فکر نکن که من وضع خودمو درک نمیکنم. شایدم درک بکنی، ولی من نخواستم که بدون اطلاع تو دست به کاری زده باشم. من الان یه جلسه خصوصی دارم و از خدمتتون مرخص میشم، ولی امیدوارم که پیک ما دفعه بعد خوش خبر باشه. اینجایی فرنجان، من فکر کردم رفتی بیرون. نه، حوصله‌شو نداشتم. آقای زن تشریف بردن؟ تو همیشه یه دندگی تو داری، ولی جای شکرش باقیه که آخرش همیشه سر عقل میگه. بله، حق با شماست، شما که هیچ وقت جانب خودتون از دست نمیدید. این چرفیه. جانب چی؟ ببینم، مادرت نیومده، بهش گفته بودم بیاد پیش. مگه اتفاقی افتاده؟ نه، چیز مهمی نیست، مثل همیشه. شماها این موقع شب درباره چی صحبت میکنی؟ من هنوز حرفی بهش نزدم. خوب شد اومدی، بهتر موضوع در حضور تو مطرح بشه. آقای زند امشب منو تقریبا تحت فشار گذاشت و خواست در عرض 10 روز بهش جواب قطعی بدم. حالا از فرنگیس میخوام که کارو تموم بکنه. واقعا که خجالت داره، من که حرفمو روز اول زدم، حالا تازه 10 روز مهلت داده. شما همین فردا جوابشو بدیم. نه نه نه، آخه این دفعه فرق میکنه. اون گفت سفته هامو میذاره اجرا و اعتبار بانکیمو قطع میکنه. من به کلی از بین میرم. پس شما بهش بدهکاری؟ اینو خودتون با دست خودتون درست کردین. چرا حالا من باید این وسط تو اون اشتباهو ندونم کاری های شما رو بدم؟ نه، من نمیتونم. نه نه فری جان، این یه پیش آمده. پدرف هم خیال نمیکرد کار به اینجا بکشه و الا هیچ وقت زیر بار قرض نمیرفت. پس شما هم از قضیه خبر داشتی؟ طفل ایرج میگفت که خیال دارن رو تو معامله کنن، ولی خودش هم نمیدونست که معامله به این صورت انجام میشه. ببین، من نمیخوام تو همین الان جواب قطعی به من بدی، ولی میخوام خوب فکر کنی و موقعیت منو بسنجی. فردا جواب بده. تا هفته دیگه بهتون جواب میدم. پرواز شماره 262 هم اکنون به زمین نشست. لطفاً به سالن گمرک تشریف بیاورید. متشکرم. همین الان به زمین نشست. مامورین کاملا مواظبش هستند. لطفا توجه کنید. توجه کنید. اسمش تو لیست مصاحبه. مواظب باش پلیس. عمه بلقیس رو فرستادم لندن. آقای دکترا میگفتن سرطان دستت که گلمشه بود. گمش نکنید. لطفا ممنون. خیلی خوب. آقا بدونی سرطان رو با گلباجه اشتباه کرده بود. جدا باعث تاسف. این یارو کو کی بود که بشه در دست من؟ آقا ساکتیم چیه؟ اگه نه یکی بیتو بگیری و اخبرم کی بیتو دم آقا کی بی بفن علیفی نیسته؟ نیسته بوده اگه آزاد داری کیفی تو میدید دست من آقا هست؟ آره بابا خجالت بکرد. خجالت؟ سلام. سلام پسرم. پاشو که گاوت زایده. تو حالا کجا بودی؟ دیر کردی؟ ساعت من خوابیده. یارو عذرمونو خواست.
کی؟ راجب کی داری حرف میزنی؟ راجب خودمون دیگه. آقا مرتضی صدام کرد تو دفتر و گفت خیال داره که گاراژ تحویل آقا تقی بده. آخه خیلی بهش بده کاره. اونم رفته سند گذاشته اجرا. بابا خب هیچ. آقا مرتضی گفت خیلی ناراحت بود. گفت ما باید به فکر کار دیگه ای باشیم. آخه آقا تقی خیال داره گاراژو پارکینگش کنه. پارکینگش کنه. پس امیر کجاست؟ کدوم گوریه؟ اون هر شب پیش از شما اینجا بود ولی هنوز نیومده. خب پارکینگ که شد بعدش چی میشه؟ بعدش نداره. شاید یه مدتی ویلون شیم. زره؟ آره بابا. برو ورد بیا رود بزرگه رود کوچیکه رو خور. همین پیدا ششم دم میکشه. نصف شبه، فعلا کجا بودی؟ رفته بودم جیمز واد بازی عینهود و سفشال. چی بازی؟ هیچی بابا، امروز من خیلی بد آوردم. نفهمیدم مگه چی شده؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ از صبح تا الان همش دنبال صاحب کیفم، انگار آب شده رفته تو زیر زمین. چی آب شده؟ دنبال کی میگشتی؟ صاحب کیفا بگم دیگه. تو حیات فرودگاه داد واسهش دیگه دارم. دیگه پیداش نشد، یهو نیست شد رفت. آخه یارو چه ریختی بود؟ نکنه بابا قاچاقچی بوده؟ نه بابا آدم بود، قاچاقچی چیه؟ خیلی هم شیک و پیک بود. اینه او خوده با اینه او خوده آدم و باش. ببین شاید ایرج راست میگه. حالا توش چی هست؟ توش؟ راستش داله من فکرش نکرده بودم. بده ببینم توش چیه. بگی ببین توش چیه. جمع چه بخوری؟ بذار من نگاه کنم. بذار از سوراخش ببینم که آرده برنجا رو باش، حتما یه روی فیلیدی پس بوده. وای 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 اوه. نگاه کنی، نگفتم برگ هلوه؟ چی میگی بابا؟ ممکنه این نمک باشه؟ نه نمکه، نه آرده برنجه، این هروینه. چی؟ هروینه، هروینه، نه این مال ما نیست، مال یارو هست، حتما لازمش داره. معلومه که لازمش داره ولی حالا وقت این حرفا نیست، باید اینو تحویلش داد، باید به پلیس خبر بدیم. ده اگه مال توه ممکنه یه رو هریه صبح بیاد دنبالش. توجه توجه، خطرناکترین قاچاقچی بین المللی توسط پلیس ایران به دام افتاد. هر کس چمدان وی را که محتوی مواد مخدر است به پلیس ارائه دهد جایزه هنگفتی دریافت خواهد کرد. نگفتم آقای آگهی هم داده. اعلامیه پلیسه. باز فوراً تحویل داد، چون دیگه پلیس شوخی بردار نیست. من یکی که نیستم. خود امیر میبره، جایزش هم میگیره. چرا من؟ حالی گیره وردی؟ نصف شبی که جرأت داره بره اونجا؟ امیر جون چیزی نیست، ایرج و بابام باهات میان، خودت که تنهایی نمیری، شما هم باهاش بریم دیگه. دگیزه خیال کردی من میترسم؟ نه موضوع ترس نیست جو. اینا هم باهات بیان بهتره. آه. خیلی بهتره که همین شبونه بریم. ده پاشین دیگه. بابا من گشنمه. نه ترس نمیمیری. گلی جون که میگه حالا برید حتما به صلاحتونه. منم غذا رو گرم نگه میدارم. پاشین بریم. کی بابا کنی که حکیم بگیره؟ یه پاسبان بیاد اینجا. بله سرکار. اینا دیگه اینجا کاری ندارن، فقط از اون آقای زامن میگیری که فردا ساعت 8 صبح اینجا باشه. اتاق کنم به دسته، بالاخره یه کاری دستمون بدینم. از چی میترسی؟ تو که کار بدی نکردی اینقدر تو باله برایی. حقیقت رو بگو دیگه، کارید نباشه سر میگونه که برای دار نمیره. باش دیگه، پس یه شیخت بدید، اگه شیر بود وقت من میرم. بفرمایید پیش افسر نگهبان. بذار یه شیر یخ بدیسی. خیلی خوب من میشم. آشو بارم بابا، مسخره بازی در آوردی. شیره. نه 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 مالیده، یه دفعه دیگه. چی چیره مالیده؟ خب چی بازی ها چیه در آوردی؟ من رفتم بابا، من خودم میرم. شیر بشو آورد بدی. خب چون شیره تو باید شیر باشی و بری تو پیش بزرگ باش. آره آره. راسته که بایی میکنه سر جار نمیده؟ نه خدا کنه جایزش مشت و لغت نباشه. خدا این بستگی داره به شانس. ببین شانس اومد. شما دو نفر بفرمایید تو، نوبت شماست. به چی داری میکنی؟ حرف بزن، نمیکنی بلند شدن، حرف بزن. چه شد؟ چه
چه بده بابا بگیر امروز دیگه دارا شدم من حضرت آقا شدم کی میگه من آسو پاسم بند خودم اسکل هستم درخت اسکل را خدا تکونده یه گونی از خوبش به ما رسونده به راحتی به آسونی خدایا خوب میرسونی وقتی که تو جیب اسکن باشه هر جا که آدم بره جاشه منی آی اسکناس عمر منی آی اسکناس دارا شدم آقا چه خوبه آقا شدم آقا چه خوبه دارا شدم آقا چه خوبه آقا شدم آقا چه خوبه دیگه شدیم راه آی نازلوته تموم شده مهنم آی نازلوته دلم میگه شکر خدا خوشم باشه شکر خدا میدونی کیم حیفه ی نوی اسم من برم جای آسمون دیگه دارا شدم من حضرت آقا شدم کی میگه من آس و پاسم بعد خودم اسکل هستم دیگه شدیم راهم آینا بلوته تموم شده مهنم آینا زنوته دلم میگه شکر خدا خوشم دیگه شکر خدا میدونی کیم حیبه ی نوی اسم من بود دولا شمون چه نگاه بکنی؟ از امروز وضع این کاراش عوض شده دیگه رئیستون منم همه باید بطیه من باشن کی بود شیپور جایزه؟
تکرار میکنم از امروز رئیستون منم. یه دفعه دیگه شیپور بزن ببینم ها. پس من بزنم بیخ. اون داره شیر تو شیری دیگه تمام شد. همه باید کار کنن، زحمت بکشن. بس خود من یلا بری دوباره کار تو باته. خوب بود راجع به حقوق عقب افتادمونم یه چیزی میگفتین. خیلی خواب بگم جلو افتادش کنم برا. سلام عرض میکنم. سلام، ببخشین ایرج خان کجا هستن؟ بفرمایید تو دفتر. خواهش میکنم. متشکرم. رئیس کارخونه خواب تشریف داره. دقیقه چون بزنن. ببخشید شما میدونین ایرج خان کجا هستن؟ جو ایرج خان رفته معامله کاراشو تموم بکنه. میخوام حتما ببینمش. اینو جدی میگم. خب برم جدی میگم. ممکنه الان پیداش بشه. صبح زود سرن ورداشتم بردم محصر. از شب تالم دنبال اسم میگردم. اسمی چی؟ میخوام بزنم رو گاراش. آخه ما با هم شریکیم. اوه چی با نمک. چی با نمک؟ اتفاقی این جریان باورت نشده؟ بگه بگه ما بهمون نمیانه. خیلی خوشمند. امیر جون خیالت راحت بشه، همه یه کارا تموم شد. همه چی داری میگی؟ من هم متوجه شما هستم. سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ مثل که واقعا رئیس کارخونه خواب تشریف چون بزنن. ببخشید شما میدونین ایرج خان کجا هستن؟ جو ایرج خان رفته معامله کاراشو تموم بکنه. میخوام حتما ببینمش. اینو جدی میگم. خب برم جدی میگم. ممکنه الان پیداش بشه. صبح زود سرن ورداشتم بردم محصر. از شب تالم دنبال اسم میگردم. اسمی چی؟ میخوام بزنم رو گاراش. آخه ما با هم شریکیم. چی با نمک. چی با نمک؟ اتفاقی این جریان باورت نشده؟ چرا بگی ما بهمون نمیانه؟ خیلی خوشمند. امیر جون خیالت راحت بشه، همه یه کارا تموم شد. همه چی داری میگی؟ من رفتم متوجه شما شدم. سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ مثل که واقعا قضیه حقیقت داره. بله حقیقت داره. خدای من اینطوری اصلا فایده ای نداره. باید بریم جشن بگیریم. یعنی سلام عرض میکنم. سلام، ببخشین این رفتان کجا هستن؟ فرمین تو دفتر. خواهش میکنم. متشکرم. سلام آبا. سلام. بشی. مرسی. خب حالا میتونی همه چیز برام تعریف کنی. قربان، با گوشای خودم شنیدم که فرنگیز خانم به مادرش میگفت که ایرج خان گاراژو خریده و با یه شرکت بزرگم قرارداد بسته که اتومبیل بگیره و بفروشه. پس هنوز بوره نشده، میخواد مویز بشه ها؟ خواب اتومبیلا رو بیل گرفتن؟ بله قربان، مثل اینکه 20 چند تایی میشه. نظمم از قضیه خبر داره؟ مثل اینکه ایشونم متوجه. از این در برو. خدا عمرتون رو زیاد کنه قربان، از ولی نعمتی کمتون نکنه. برم بی اینجا. بله بابا. همین امروز صفته های نظم و بذار اجرا و اخطاریه براش بفرست. در تو از بچه ها میری و چند دستگاه از اوتوموبیل های ایرج رو میخرین و وسط خیابون از کار میندازین. باید وانمود کنیم که اوتوموبیلاش چو از کار افتاده است. خلاصه بعضی پیش بیاریم که کمپانی قراردادش رو با اونا فسخ بکنه تا مجبور بشن خسارت رو بپردازن. اطاعت خودم، چند دستگاه رو از کار بندازیم؟ فعلا 6-7 دستگاه کافیه. اول درباره سفته های نظم اقدام کن، بعد به کارهای دیگه برس. اطاعت خودم. برو. پس کجا؟ نمیدونم. اوه اون هستی. سلام ایرج. سلام. سلام فرنگیز، حالا چطوره؟ مرسی خوبم ایرج. بس دیگه انقدر کار نکن، تو که مردی بابا. بیا با هم بریم. اتفاقا فکر خوبیه، صبر کنین الان میاد. بچه شما کاریم باشین تموم کنیم من بعدم. بله خب ایرج، برو از دم دفتر امیرم برم. آه خیلی خیلی خیلی. من نمیفهمم این ماشین چه عیبی داره که یه رو پس آورده. برو اونجا پارکش کن.
این چه وضعیه آقا؟ مردم حالو گیر آوردین؟ این فرماده؟ این ماشینا خراب شده. خراب شده؟ واسه چه؟ مسخره کردین؟ این چه اتومبیلیه؟ اتومبیله دیگه. خیال کردی اتومبیله؟ پس می‌خوای ماشین بشه؟ تمام ماشینا رو بستن به گاری. بستن به چی؟ بستن به گاری. گاری؟ نفهمیدم مگه یابوه؟ آقا درصد چسبیده ولم نمیکنه ده؟ آقا معدب باش بی تربیت چی چسبیده؟ چی ولم نمیکنه؟ واقعا تو خیلی بیشوری ده؟ این چه در صحبت کردنه؟ آقا خیال میکنی من با تو بودم؟ من با تو نیستم مرد خیلی خب باید حالی میکنم هی بوده بی صاحب گیره بردن؟ پس من اینجا چی کارم؟ بسترشو به گاری ده؟ اینش خواهم به شرط چیه بابا چطه؟ بسترش به گاری. کیو بستن به گاری؟ ماشینه دیگه. ماشینو بستن به گاری؟ کدوم ماشینو؟ من یک گفتم کار دستمو میدید هیچ کس گوشش بده کار نمو. کی اینو به تو گفت؟ الان یکی تلفن کرد گفتش که توراست، گفت که الان با گاری میرسه. خیلی خوب، نمیخواد دست پاچه بشین، باید کلکی تو کار بشه. میرش خواهم تلفن شما رو میخواد. من میرم به تلفن جواب بدم. فعلا سر صدا شده در این تو من برگردم. اصلا تو چیکار می‌کردی؟ از دستام بپرس. دست جمع بپاش. الو؟ بفهمید. سلام فری جون، حالت چطوره؟ خوبم قربون تو. خیلی معطل شدم. کجا بودی؟ بیرون بودم. مثل اینکه خرابکاری تو کاره. خرابکاری یعنی چی؟ نمیدونم والا. الان یکی بهم تلفن کرد. گفتش که چند تا از ماشینایی رو که تازه فروختیم برای اینکه از کار افتادنشون بدن بستن به گاری و دارن میارن تو گاراژ. حد میزنی این کاری کی باشه ها؟ والا من هنوز صورت اسامی خریدارا رو ندیدم. اگه از من میپرسی میگم کار زن. مهم نیست، هر طور شده تتوشو در میارم. راستی میخوای یه چیزی بهت بگم؟ چی میخواستی بگی؟ بگو. میدونی امروز صبح یه آقای تلفن کرد، گفتش که تمام صفحه‌های آقای نجم واخواست شده. این صفتا در مقابلش چی تضمین شده؟ در قبال همین خونه یکی توشی، البته این خونه و مقداری صفته های دیگه. فری جون یه کاری بکن، سند رو بفرست پیش من، شاید من یکی رو پیدا کنم تا در مقابل اون تمام صفته ها را قبول بکنه. ایرش تو چقدر خوبی. خب دیگه مزاحمت نمیشم، قربون تو. خداحافظ. بیاد خربوزه های آب کرده نه برو جلو بیدن. باید کارو یک سره کرد. پسره اینقدر پر رو شده که برای خود کردن سفته ها واسطه پیدا میکنه. باید همین امشب گاراژ از بین برد. نمیخوام اثری از خودتون باقی بذارید. این انفجار باید خیلی طبیعی جلوه کنه، مثل ترکیدن باک بنزین و یه همچی چیزایی. قربان طوری گاراژ از بین میبریم که هیچ کس نتونه متوجه جریان بشه. میخوان که چیه بشونه؟ چرا؟ مگه من چیکارتون کردم؟ تو خیال کردی من حالو هم؟ هی پولا رو خرج عتینا میکنی، خب معلومه که از بین میری. من که خرج بی خودی نتراشیدم. یکی سه این یارو کی بود امروز اومده بود اینجا باش خلوت کرده بودی؟ خیال کردی امیر جونت کوره؟ نه خیر، با هم رفتیم بیرون و برگشتیم، بعدم گاف صندوق خالی کردیم. بارو بگو به کیا اعتماد میکنیم ده؟ خیلی خب امیر، تو همه چی رو میدونی. تازه خودم میخواستم شب جریان رو واسهتون تعریف کنم. آره جون خودت، تو گفتی منم باور کردم. آره بگو ببینم باهاش کجا رفتی؟ کجا؟ رفتیم محضر که سند رو برگردونیم. بفرما، همه کارا رو خودسرانه نمی‌کنم، اون وقت میگه تو خفقون بگی یا یالشو. حالا چرا انقدر جوش میزنی؟ بگی بشین تا حالیت کنم. ده میخوام سر سالی دیگه هم حالیم نکنی. ده حالا به من میگه چرا جوش میزنی؟ بالا ترت جوشش رو میزنم. من اگه دوتا سالی دیگه به ستا داشته باشم اسم هم پاکه. حالا یه دقیقه خفه شو تا واسه توضیح بدم. خودت خفه شو، تو کی هستی که به من دستور میدی؟ ها؟ حالی ببین چی تاید بکنم. دندونم افتاد. دندونت افتاد؟ کجا افتاد؟ دندونه افتاد اینجا بکن دلو بلش کن. دندونه بیچارم. ها پیداش کردم. اینه. آره. این دیگه چجور دندونیه؟ دندونه ترست. ترست مال تو، دندونه شم مال منه. آه 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 مگه لگد از چی چی؟ اوه 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 او
آقا با مردم میره خلوت میکنه، پولای گاوصندوق به اسمشون میکنه، انگار از کیسه خلیفه میبخشه. راست میگه؟ والا اینطور نیست. این موضوع با آتیه هر سه بستگی داره. فقط با آتیه خودش بستگی داره. ببینم راست میگه؟ یه مقدارشو من بیگدار با آب نزدم، بی پشتوانه این کار نکردم. سند خونه و ویلای بزرگ در روز پشتوانشه. این امیر انقدر تونتون فکر میکنه که هیچ کس بهش نمیرسه. آه داره خرید میکنه، چه زبون بازه. حالا بیا بریم خونه تا جریان و واسه تریف. نه بیام اگه جونه. چه خبره که؟ باید یه سم کارگره رو برسه. برش کن بابا، بعضی وقتا میزنه به سرش، این اصلا آدم نیست. اما بولاره بیانه خرچه و دختره میخوره. خب باید دختر داریم دیگه. اگه آخر شدیم میذارم ما استراحت کنیم. این چه موقع اومدنه؟ ما ماشنه خودمونم این موقع را نمیدیم. خیلی خواه، بیا تو برو اونجا پارک کن. چرا اینجا نگه داشتین؟ گفتم برو اونجا پارک کن، این موقع شب که تعطیله. احفشو تو بزن. چی؟ آتیش گرفته؟ چی آتیش گرفته؟ چی داری میگی؟ آی دیونه شدم، بدبخت شدم. ایرج جون پاشو بینم، پاشو که خونه خراب شدیم، بیچاره شدیم، از بین رفتیم. این وقت ثابت چه خبرته؟ ببین هول نکنی، میخوام یه خبر بدی بهت بدم. هول واسه چی شده؟ میدونی همین الان بهم تلفن کردن گفتن گاراژ آتیش. چی داری میگی؟ کی؟ نصف شبی؟ حتما یه نفر عمدن این کاره کرده. اگه غلط نکنم کار امیره. ببینم بالاخره دیشب نیومد خونه؟ تا وقتی که من بیدار بودم ندیدمش. بریم ببینیم تو اتاقش هست. آره بشیم. گل جو دلخوت جور بنگو. ببین چجوری گرفته کپیده. اصلا انگار نه انگار که آب از آب تکون کنه. بیدارش کن. نگاه کن داره خواب دختر منو میبینه. پاشو زود باش. پس گاراژ آتیش زدی شما؟ خب نامرد روزگار، بالاخره کار خودت کردی؟
من میدونستم کینت کین شطوریه. اصلا این آدم نیست. بالاخره کارشو کرد. شماها چی داری میگی؟ خودتو به اون را نزن. گاراژ آتیش زدی. ببینم چیزی هم ازش باقی مونده یا نه. حرف بزن. گاراژ میگی؟ من اخه چیزه نخواستم نصف شبی بیداری تو کنم و بهتون بگم. باز چی شده؟ چه خبر؟ اول صبحی قیلو خار راه انداختی. چطوری بابا همسایه ها رو ناراحت میکنی؟ پس میخواستی به اون مژده بدی که چه دست گلی به آب دادی؟ گلوم رستگار دیگه چیزی ازش باقی نمونده، همه چی گر گرفت و رفت. عجب روی داره، افتخارم میکنه. همش تقصیر توه دیگه. شما اشتباه میکنین ایرج خان. یه دو اومدن گاراژ آتیش زدن، شوهرم هم با خودشون بردن، درم رو ما بسته شد. امیر خان خدا عمرش بده اومد ما رو از تو آتیش نجات داد. دیگه بعدش ما نفهمیدیم چی شد. چه اینطور؟ پس من به تو بی خود تهمت زدم امیر. البته که بی خود تهمت زدی، اصلا تو غارت همیشه تو اینطور عجول هستی. بر صورت خیلی ازت معذرت میخوام. حالا وقت رو تلف نکنیم، بریم ببینیم کار کدوم بی پدر مادری بوده. بلنشیم بیام اینا. باشه بریم. آقا شماره به خودم، منو به پاسگاه پلیس برسونین. تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ داستانش مفصله. دیشب تو گارا چند نفر ریختن سرم، دیگه نفهمیدن چی شد. حالا هم وسط بر بیابونم. من نماینده قانونم، بهت کمک میکنم. بیا بالا. خدا عمرتون بده، خدا سایتون از سر ما کم نکنه. متشکرم بچه ها، مثل این که اندفعه کاراتونو تکمیل انجام دادین. قاب دستمزد هر کدومتون معلومه، گفتم به هر کدومتون 5000 تومان بدم. این خیلی کمه، اگه یادتون باشه دفعه قبل صحبت از 20000 تومان بود. خیال میکنین پول علف خرسه؟ نه جونم، انقدرام که میگین ارزش نداره. خلاصه از ما گفتن بود دوده. فکر میکنی اگه قرار کسی بره تو هلوفتونی، اون تویی با اون سابقه درخشانت به صلاحت. سلام عرض میکنم. سلام. میدونی قربان، بنده به اتفاق کارشناس اداره خودمون وقتی که از محل آتش سوزی بازدید کردیم، هیچ نوع عاملی رو که بتونه ثابت کنه آتش سوزی تصادفی بوده پیدا نکردیم و این میرسونه که دستی در کار بوده. این فرض شما کاملا درست و بجاست، چون این آقا که داره گاراژ ادعا میکنه که نصف شب دیشب عده ناشناس به گاراژ اومدن و اونو از پا در آوردن. متاسفانه اون نتونسته هویت خرابکارا رو تشخیص بده. اون وقتی به هوش اومده در محل دورافتاده‌ای در خارج از شهر بوده. صورت جلسه خسارات وارده رو زمینه پرونده کنید. چون گاراژ در شرکت ما به مبلغ 1,800,000 تومان بیمه بوده و ما باید مسببین واقعی حادثه رو پیدا کنیم. بسیار. قربان، یه نفر اومده میخواد درباره آتش سوزی دیشب با شما صحبت. بگو بیاد تو. اطاعت. بیا تو. سلام قربان. سلام. هی جناب سروان، نگاه کنین خودشه. اون بود که زد تو سر من. من اشتباه نمی‌کنم جناب سروان، باور کنین همین خودشه، همینه قربان. بله جناب سروان، اون مرد راست میگه. دیشب من و هم قطاران به دستور آقای زند رفتیم به اون گاراژ. خب تعریف کن ببینم قضیه چی بوده. زود برمیگردم. من که چشمم آب نمیخوره، کی باور میکنه؟ تازه میخواست وضعمون یه سر و صورتی پیدا کنه. همیشه همینجوره، تا آدم میخواد یه خود خستگی در کنه و ادای آدم های حسابی رو در بیاره، اوضاع قراش پیش میشه. ما که شانس نداریم که. اگه شانس داشتیم که اسممونو میذاشتن شانس الله. بیچاره آقای بشارتی دلش خوش بود که میتونه یواش یواش کلاس رقص رو براه بکنه. چه میشه کرد؟ آرزو بر جوانان عیب نیست. مثل اینکه ایرج اومد، انگار خیلی سر حاله. حتما میخواد با دست پامونو قام نکنیم و الا اینطور چیز نمون. درست شد بچه ها، بریم زده. نه بابا، بیمه مسبب اصلی قضیه آتش سوزی رو شناخته و تمام پول ما رو برمیگردونه. آخ جان، چی خیال کردی؟ راست میگی؟ بی بلا بگو جونه تو. که بگو ده. که بگو بهش دیگه جونه تو. آزاد داری جونه چی فاش میده؟ این بیسی.
بازم شانس بهمون رو کرد. مگه چی شده؟ بیمه خسارت آتش سوزی رو قبول کرده که بده. راست میگی؟ بیشتر بهمون میده، تقریبا 5 برابر. خدا رو شکر، خدا چقدر عالی شد. تقریبا سر نخ دستشون اومده، مثل که فهمیدن کار آقای زند بوده، کار اون بوده. پس خوب شد، فردا شب حتما اونم میاد مهمونیمون. وقتی اون بفهمه که نتونسته به شما صدمه ای بزنه، پاک خیز آخه ما که هنوز برای مهمونی فردا شب آمادگی نداریم. اتفاقا خیلی هم آمادگی داریم، چون من امروز رفتم مغازه ماست فروشی و براتون یه چیزایی خریدم. بیا نگاه کنی. ماست فروشی؟ متشکرم. بذاریم بزنم ببینم چه جوری میشه. براتون یه چیزی خریدم. این چه جوری مهمونی برای من میاد؟ خیلی خانم ببینم حالی نباید بزنم. بچه ها نگاه کنیم ببینیم خوشگل شدن یا نه. خلبونه به سبزه نیز آراسته شد، درست شده آینه در. یه چیز هم واسه خریدم، اینو بزن به چشمت ببینم چه ریسی میشه. وقت دقت کنی تو چشمه من. نه 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 چشمه. چرا اینجوری میرخسین آقا؟ خواهی میگی آقا؟ چرا چرا پاته نگاره میکنی؟ جلش میخوا شما ها چطونه؟ اینجا که میدونه مشق نیست. چرا؟ بی ادبا خودی بی نزا چطور؟ آزا داره فاش میگه. ببخشیدش تربیت خانوادگی نداره. پس این توی پسره بی سر و پای نمک نشاست؟ بی سر و پا خودتی آدم نه حسابی، مگه من تالا نمک تو رو خوردم؟ بلبلشو خوردی؟ نمک نشنا چرا ما چشمی دیم؟ خفشو خفشو چه؟ با منی؟ نخه ایلک سوات نمی آورد بی سوار چی شد آقای زن؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ شما این بی سر و پاها رو دعوت کردین که بیان اینجا مزاحم مردم بشن؟ واقعا که قباحت داره. اشتباه میکنی؟ چی قبا داره؟ هیچ کم قبا نداره. خود چلوان بنام سجالت بکش. برو نخ بزن. برو کم شد. ببینم کشا به تو بگم ببا دست نزدیم. اگه بردی بری بگی نگه دار. آدم هر چی بخواد مراعات این و اونو بکنه نمیشه. بگیریدش احمقا. همتون یادتونه که این آقا منو بیرون کرد. همتون همون آدم هایین، فقط حالا ماسک به چهره زدین. تو منو یک دفعه بیرون کردی، منم بهت قول دادم و گفتم برمیگردم و حالا برگشتم. این دفعه تویی که باید از این خونه بری بیرون. هیچ معلوم میگی؟ انگار هرچند وقت یه دفعه عقلتو از دست میدی. نه من عقلم از دست ندادم. این سند مالکیت این خونه است. این منزل لرقبال سفتهایی که تو بیدری خرج کردی حالا در گروی منه. این منم که صاحب این خونم. حالا نوبت منه که تو رو بازور از این خونه بیرون کنم. برو بیرون. پس سفته های من بالاخره دست تو افتاد؟ ولی قبل از رفتنت یه وظایفی هم داری. خب از مادرم عذرخواهی کن. ایرج جان ولش کن ولش کن. بسیار خوب معذرت میخوام. خانم منو ببخشید، من از شما معذرت میخوام. بذارید دستون رو ببوسم. خواهش میکنم. دیگه
خانم ها آقایون، من نمیخوام که مانع عشق و عشرت شما بشم، بنابراین جشن ما از سالا تا صبح همینطور ادامه داره و این به خاطر نامزدی دوستم امیر با گلنار و همینطور فرنگیس با خودم. و حالا برای که سر دوست عزیز ما آقای بشارت بی کلدمونه، منم این خانم و یعنی مادر رجخانه میدمش به می‌کنی بچه